سلام، من یاسر جیان هستم، کارگردان فنی فنافزار. این ویدیو شماره 2 از سری ویدیو در مورد نتورکینگ و ریل تایم نتورکینگ توی لول اپ 97. تو ویدیو قبلی در مورد اتوریتیتیو سیمولیشن صحبت کردم، در مورد اینکه توی یه مجموعه از اینستانس‌هایی که با هم همکاری دارن میکنن تا یه بازی رو برای چند نفر، در واقع چند نفر رو اجازه بهشون بدن که یه بازی رو بازی کنن، یه نفرشون و یه دونشون یه دونه از اون پروسس ها هست و اتوریتی سیمولیشن هست و هرچی اون بگه اتفاق میفته. یعنی اینکه اون تصمیم میگیره که هر تیری به کجا میخوره و هر تیری به چه کسی میخوره، اون تصمیم میگیره که کی میمیره یا نمیمیره یا امتیاز میگیره، کی کجا میتونه بره یا نمیتونه بره، همه تصمیم ها رو اون اتوریتی میگیره. این موضوع یعنی اینکه ما باید همه اینپوت هامون رو یا همه کاری که میخوایم بکنیم رو بفرستیم برای اتوریتی، برای هستمون، و هستمون باید سیمولیشن خودش انجام بده و نتیجهش رو به ما اطلاع بده. حالا نتیجه رو ما میتونیم تا جای ممکن کوچیک کنیم، میتونیم دلتای نتیجه رو برای هر یوزر بفرستیم، میتونیم اپتیمایزیشن زیاد روش انجام بدیم، ولی به هر حال از این موضوع گریزی نیستش که نتیجه سیمولیشن که یه استیت یا یه آپدیت، استیت آپدیت شده یا یه آپدیت توی استیت به استیتمون، حالت پچ به استیتمونه، رو باید حتما هست برای ما بفرسته، برای همه گستا بفرسته. یه مدل کلی دیگه اینه که من توی ایجنت های مختلفم، توی اینستنس های مختلفم، یا توی پیرای مختلف سیمولیشنم، بیام هر کدوم سیمولیشن خودشون انجام بدم. من یه عالمه کامپیوتر در اختیار دارم، کامپیوتر گیمینگ خفنی هم از روی گستام، هر کدوم میتونن سیمولیشن رو انجام بدن، پس بذار سیمولیشن همشون انجام بدن، ولی باید تضمین کنم که همشون به یه نتیجه تو سیمولیشن میرسن، و برای اینکه به این نتیجه برسن باید طبیعتاً اینپوت ها رو هم به همه بدم. یعنی هر کس اینپوتش رو برای همه میفرسته و هر کدوم برای خودشون سیمولیشن خودشون رو انجام میدن. تقریبا مدلمون یا در واقع لوپمون میشه این شکلی. اینپوتمون رو گذر میکنیم، send input all others، که این عرض میکنیم انقدر هزینه نتورکیش، wait to receive others input. اینجا یه ریسیوی داریم که تقریبا حجمش به اندازه همون سندی که انجام میدیم، اینپوت دیگه تقریبا میکنه با دقت خوب همونقدر، و اپدیت سیمولیتمون انجام میدیم و رندر. نکته مهم اینجاست اینه که من دیگه استیتی واسه کسی نمیفرستم و همه همین لوپ رو اجرا میکنن. درسته، همه دقیقا همین یه لوپ رو اجرا میکنن. چندی بجز این موضوع که همه باید به یه نتیجه برسن، بقیه چیزای این مدل خب خیلی خوبه. من دیتای کمی روی نتورک میفرستم به خاطر اینکه اینپوت هم خب کوچیکن، در حد اینن که خب هیچ اینپوت اکثر فریم ها هیچ اینپوت اتفاق نمیفته، یا اینکه زی بود کمی مثلا دکمه پرش رو زد رفت یه کمی سمت چپ، یا این یونیت رو سلکت کرد، یا این یونیت رو بهش گفت موو کن به فلان جا. این کل اینپوتی که میفرستم شاید چند ده بایت باشه، یا به طور متوسط شاید 10-20 بایت در فریم بیس هر یوزر باشه، و دیگه استیتی برای کسی نمیفرستم. استیت هم میتونه خیلی بزرگ باشه، من میتونم چند هزار تا یونیک یا گیم آبجکت یا هر چیزی که هست داشته باشه، انتیتی داشته باشم توی سیمولیشنم و همه اینا رو سیمولیت کنم. دو تا نکته فقط وجود داره، یکی اینکه همه اینا باید به یه نتیجه برسن، یعنی اینکه این سیمولیشن من باید دترمینیستیک باشه، باید دترمینیستیک باشه. نکته دوم اینه که باید همه اینم بسته به هم، یعنی به خاطر هم دترمینیزمه، باید منتظر باشم تا اینپوت همه برسه. پس در واقع این اتفاقی اینجا اینه که من یه ویتی هم اینجا دارم، این ویت رو کلمش اینجا نوشتم، یه ویتی دارم که اینپوت بقیه حتما برسه. دقت کنید که نمیشه دیگه اینپوت دیرتر برسه زودتر برسه. تو مدل قبلیه میشد اینپوت بعضی دیرتر برسه، اتفاقای یه سری اتفاق دیرتر بیفته و اون یوزری که اینپوتش دیرتر رسیده بود مجازات میشد و نتیجهش اون دیرتر میدید و به هر حال نتیجه لگش رو میدید. ولی توی این مدل اگر یوزر، اگر دیتای دو نفر به هم دیگه چیزش رو کم بسه شرکت میکنه، خب
اگر که دیتای اگر اینپوت دو تا یوزر دیرتر به هم برسه، فرض کنیم که یوزری همه اینپوت ها رو داره و یوزری هیچ اینپوتی نداره یا اینپوت یه نفر فقط نداره، قطعا سیمیولیشن اینا یک نتیجه نخواهد داد، مشخصه دیگه، یا این نمیتونه جور دیگه اتفاق بیفته. برای همین باید من منتظر باشم تا هم یا همه یوزرها اینپوتشون رو برام بفرستن یا همه یوزرها بگن که اینپوت اینجا وجود نداره. پس مدل کلیمون این شکلیه که اینپوت رو اینجا جمع میکنیم توی هر دو تا پیر، این اینپوت رو برای هم دیگه اینو میفرستن که زمانی که طول بکشه یکسان هم نیست، اینپوت خودش هم که خب طبیعتا داره هر کی. اینجا میتونه در واقع وقتی اینپوت ها کامل شد میتونه سیمولیت و آپدیت انجام بده و ایمیج رو تولید بکنه. پس فاصله بین گرفتن اینپوت و تولید ایمیج توی این مدل اولین خوبیشه دیگه، توی این مدل فقط به یک دونه راوند تریپ نتورک بستگی داره، نه به یه دونه، در واقع راوند تریپ دیگه نیست، یه تریپ یه طرفه نتورک بستگی داره، نه به راوند تریپ نتورک. دیتایی نباید بره یه پروسسی روش انجام بشه و بعد یه دیتای بزرگی برگرد، یه اینپوت کوچیکی فقط باید بیاد. در واقع من فقط باید اینپوت همه رو دریافت بکنم تا بتونم سیمیلیشن رو انجام بدم، که خب این خیلی خاصیت خوبیه. فقط باز همون مسئله وجود هست، اینه اونم اینه که سیمیلیشن هم باید بیت به بیت نتیجهش یکی باشه همه جا، که خب گفتنش ساده است، در عمل معمولا خیلی از بازی‌ها سراغ این مدل نمیرن به خاطر اینکه من این دترمینیزمه و این دقیقا به یه جواب رسیدنه به جورایی غیر ممکنه توی سری از مدل، توی سری از ژانرها، یا غیر ممکن نیست، خیلی سخته و خیلی سرمایه‌گذاری زیادی می‌طلبه و اون یکی مدل یه سری فیچرهای خوب دیگه هم داره. این بحث اینپوت و بحث منتظر شدن برای اینپوت توی این مدل اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. من باید منتظر بشم تا همه اینپوت ها حتما برای اون فریم برسه. ولی فرض کنیم که من بیام یه جورایی سفر تو زمان انجام بدم، یعنی انگار یه جورایی اینپوت هایی که برای این فریم لازم دارم زودتر تولید شده باشه یا زودتر شروع شده باشه به فرستادن. زمینه کی رو بکنم شده، فرض کنیم که این اینپوتی که از اینجا میفرستن، در واقع منظورم اینه که اینپوتی که اینجا فرستاده میشه برای 3-4 فریم بعد لازم باشه استفاده بشه. در واقع اینجا که میرسه نگرش میدارم و اینجا استفادهش میکنم، یعنی این که تو فریم آیوم وقتی اینپوت تولید میکنم اینو علامت میزنم، روش لیبل میزنم که این تو فریم آیوم اضافه 5 قرار استفاده بشه و اینو برای همه میفرستم و فاصله بین فریم آیوم تا آیوم اضافه 5 به جای اینکه بقیه توی دقیقاً فریم آیوم منتظر باشن که اون اینپوت بهشون برسه و ازش استفاده کنن، هر جایی توی فریم آیوم تا آیوم اضافه 5 اون اینپوت به دستشون برسه، وقتی سیمولیشن همشون به فریم آی به 5 میرسه احتمالاً اون موقع است که لازم دارن از اینپوت استفاده کنن و احتمال اینکه اینپوت به موقع برسه و کسی منتظرش نخواد بشه خیلی خیلی بیشتر. چون دقت کنید که اگر من لیتنسی تو اینپوتم نداشتم و این تکنیکی که در واقع دارم صحبت میکنم استفاده نمیکردم، تو فریم آیوم باید اینپوتی که تو همون فریم آیوم یا آیوم نهایی کم تولید شده بود استفاده میکردم و باید منتظر میشدم تا اینپوت برسه. و اگر یکی از این پیرهای من کند بود و همیشه اطلاعاتش دیرتر میرسید، پس من همه پیرها تو 10 ثانیه اطلاعاتشون رو هم میدن، یه دونه پیر هست که 100 ثانیه طول میکشه اطلاعاتش به همه برسه و اکثر پیرهای من تو اکثر فریم ها، یعنی انمن ها یکی از پیرها تو اکثر فریم تو همه فریم ها باید تقریبا 90 ثانیه صبر کنن تا دیتای اون یه پیر بهشون برسه و فریم ریت همشون کنتر میشه. در واقع اتفاقی که میفته اینه که بازی همش داره لگ میزنه به خاطر اینکه خب 100 ثانیه زمان مناسبی برای فریم ریت نیست، یعنی نمیتونید 10 فریم بر ثانیه کلا گیم رو رندر کنید، کل گیم داره هر فریم لگ میزنه به خاطر اینکه یه نفر این کنده. و این موضوع یکی از بدیای این مدل لاک استپ نسبت دترمینیستیک لاک استپ نسبت به مدل اتوریتیتیو، اینکه حتی اگر یکی از پیرا کند باشه کل سیمولیشن ما کند میشه و لگ میزنه و بازی همه خراب میشه.
و این تقریبا گریزناپذیر، تقریبا دو تا تکنیک هست برای در گریز از این موضوع. یکیش همین که توضیح دادم، اینکه اینپوت ها رو ما عمدن توشون لگ میندازیم، یعنی اینپوتی که یوزر تو فریم آیام به ما میده ما تو فریم آیام اضافه کا استفاده میکنیم و همه این کار رو میکنن و در نتیجه اون ویندوی که اون پنجرهی که داریم برای رسیدن اینپوت درست همه بزرگتر میشه، بزرگ یه فریم میشه کا فریم یا هرچی، که خب باعث میشه که جیتر توی اینپوت توی لیتنت نتورک تأثیرش کم بشه، تأثیر اون کنترین کم بشه و اکسپرینس کلن همه بهتر بشه. منتها خب لگ اینپوت یه مسئله ایه که پیش میاد تو بعضی ژانرهای بازی مثل RTS، اثرش کمتره و قابل تحملتره و حتی میشه هایدش کرد با مثلا انیمیشن یا صدا پخش کردن. من یه تانکی رو انتخاب میکنم و میگم موف کن و تانکی میگه چشم قربان الان میرم و تا اون موقعی که دیدم داره میگه چشم قربان الان میرم رفته پکت اینپوتمون به همه رسیده و همه هم سینک شده، اینپوتاشون همه دست هم رسید. این یه تکنیک اول. تکنیک دوم اینه که من سیمولیشنم رو بدون اینپوت کامل انجام بدم و ولی اگر اینپوتی بعداً به من با این دید که خب اونی که اینپوتش به من نرسیده اینپوتی نداره، با این دید که اگر بعداً اینپوتش به من رسید من سیمولیشن رو باید برگردونم عقب و دوباره سیمولیت کنم. یعنی این سیمولیشنی که اول دارم انجام میدم صراحتاً اسپکیولیتیوه، یعنی من میتونم اسپکیولیتیو سیمولیشن انجام بدم. بزنیم اول اونی که رو بنویسم یونیفورم اینپوت لک، این اصطلاح بدیه، اون تکنیک اولی بود واقعا اصطلاح بدیه، هیچ کس از این اصطلاح استفاده نمیکنه، فقط من استفاده میکنم. اینپوت لگی که ما به همه فورس میکنیم و برای همه میذاریم، حتی اگر اینپوت لگی لازم نداشته باشه من باز اینپوت لگ رو میذارم. و اسپکیولیتیو سیمولیشن هم وقتیه که من بدون اطلاعات کامل سیمولیت میکنم، باز معنی فارسیش کلمه بزنه هم نمیشه، اسپکیولیتیو سیمولیشن، سیمولیشن پیشبینیانه مثلا یا سیمولیشن پیش پیش مثلا، بدون اطلاعات کافی من سیمولیشن رو انجام میدم با این مسئله که حتما اگر اطلاعات کافی بعدش به دستم رسید که با اطلاعاتی که اون قبل داشتم در تناقض بود، مثلا من فرض کردم یوزر پیر 7 اینپوتی نداره ولی پیر 7 بعد از 50 سنه دستم دیتاش رسید که ببین من اینپوت داشتم، بعد برگردونم سیمولیتور عقب و دوباره سیمولیت کنم، که این مستلزم اینه که من استیت های قبلی رو همه رو تو سیمولیشن نگه داشته بوده باشم، مستلزم اینه که بتونم ریورت کنم استیتی که مثلا رند چیزی که رندر کردم یا صدایی که شروع کردم و پخش کردم. خیلی خیلی کار ساده نیست. بعضی ژانرهای بازی از این سیستم استفاده میکنن، مثل ژانرهایی که توشون هم دترمینیزم خیلی مهمه هم تویچ اکشن و ریسپانسیونس اینپوت، مثل بازی فایت از این سیستم استفاده میکنن چون استیتشون هم خیلی کوچیکه میتونن ریسیمولیت کنن. یه بازی مثل کلش رویال هم مثلا من تقریبا مطمئنم که از این تکنیک استفاده میکنه چون بازی اون استیتش خیلی کوچیک و منیجبله و توی موبایل خب لگ خیلی اتفاق میفته و خیلی اینپوت لیتنسیش کم و زیاد میشه، بخاطر همین شاید مجبور این کار انجام بده. به هر حال در مورد کلش رویال مطمئن نیستم چون مقاله ازشون ندیدم یا در واقع، ولی خب به نظر میرسه اینجوری، تقریبا مطمئنم اینجوری. به هر حال توی این مدل همونطور که گفتم اینکه همه باید منتظر اینپوت هم دیگه بشن خب مسئله جدیه. مسئله جدی دوم باز که از این حتی مهمتره اون دترمینیزم، میتونم فرض کردم داریم هیچ گریزی از اون دترمینیزم نیست. برای فراهم کردن دترمینیزم ها یه مسئله دیگه هم که هست اینه که من توی این مدل باید فریم ریت همو بین اینجا من یه فریم میزنم و اینجا هم یه فریم میزنم، باید فریم ریت همو بین این یوزرها سینک نگه دارم. یعنی وقتی این پیر داره اینجا فریم میزنه و نتیجهش رو اینجا داره به یوزرش نمایش میده و یوزرش در اثر این چیزی که میبینه رو صفحش یه اینپوتی وارد میکنه و این یوزر یه کمی دیرتر داره این تصویر رو مثلا اینجا داره تصویر رو نمایش میده و اینپوتش رو داره اینجا میگیره، این دوتا اینپوت نمیتونن زیاد از هم دور باشن. طبیعتاً به خاطر اینکه ما روی نتورک داریم کار انجام میدیم و واقعا مطمئن نیستیم که تایم یه همیشه یه عدم قطعیتی در مورد زمان واقعا وجود داره، حالا اگر برنامه‌ریزی نتورک کرده باشید اینو حتما دید با این موضوع برخورد داشتید،
من نمیتونم دقیقا اینا رو مطمئن باشم که یه تصویر دارم یه موقع به دو طرف دست تصویر حاصل از یه فریم رو دارم یه موقع به دو طرف دو نفر یا بیشتر نشون میدم، ولی به هر حال با یه تالرانس اینا باید یکی باشن دقیقا زمانشون، و نمیتونم من این تصویر فریم 8 رو الان به این یوزر نشون بدم و 10 ثانیه بعد به اون یوزر دیگه نشون بدم، چون اینپوتی که اینا در سر در به خاطر ریاکشن به در واکنش به فریم 8 وارد میکنن باید تو سیمولیشن همه استفاده بشه و همزمان استفاده میشه. به هر حال چون اینا اینپوتا رو بر هم دیگه میفرستن یه جایی بالاخره این اختلاف گندش در میاد و یکیشون منتظر میشه تا اون یکی دیگه اینپوتش برسه. اینپوت اینی که خیلی زودتر فریم 8 اینپوتش رو در واقع گرفته و داره الان یه جایی بالاخره منتظر بشه تا اینپوت فریم 8 از اون یک نفر دیگه بیاد و لگش رو میزنه و سینک میشه. پس یا ساید افکت به هر حال فرستادن اینپوت برای هم دیگه است، یا اینکه ما خودمون عمدن این کارو میکنیم و آمدانه در واقع سینک میکنیم فریم ها رو با هم دیگه، ولی به هر حال فریم ها باید با هم دیگه سینک بشن تو مدل دترمینیستیک لاکستپ سیمولیشن، و لاکستپ هم همینه دیگه، یعنی با هم دیگه فریم ها رو میرن جلو. هرچی این تناظر بهتر باشه در واقع بازیمون چیزتر عادلانه تر و فیر تر برای هم. توی این مدل تو لاکستپ سیمولیشن میتونیم یه جورایی بعد از رندر مثلا یا بعد از این سیمولیشن دترمینیستیک یه کوچولو یه حالت سینک سینکی هم بذاریم، ولی خب این خیلی مهم است. این معمولا به خاطر یه به معنی بای پروداکت سیمولیشن و به خاطر یه بای پروداکتی از این ویت کردن اتفاق میفته، ولی برای اینجوری بهش فکر کنید ساده تر میشه براتون نوشته. خب دترمینیزم چرا سخته؟ دترمینیزم یا حالا دترمینیزم یعنی این که من یه فانکشنی دارم که فانکشن واقعا ریاضی دارم که فانکشن f دارم که این فانکشن آپدیت یا سیمولیت من، و ورودی های این فانکشن چیزایی مثل مثلا این که استپ چندمیم اس آی که مثلا استیت آیوم میمونه و اینپوت آی اینپوت استپ آیوم و یه چیزایی دیگه است که فعلا در مورد همین صحبت کنیم کافی، و خروجی این اس آی اضافه 1 یعنی استیت فریم بعدی رو بهمون میده، من استیت فریم آیوم رو بهش میدم و اینپوتی که تو فریم آیوم باید اعمال بشه اینپوت همه رو بهش میدم، همه اینپوت ها رو بهش میدم و این استیت آی اضافه کن میده. نکته اینه که این فانکشن اف باید همیشه به ازای یه سری ورودی دقیقاً همون خروجی رو بده، و وقتی میگم دقیقاً همون خروجی یعنی نه تقریبا همون خروجی، یعنی 3.14 با 3.5 یکی نیست توی همچین کاری، دقیقاً بیت به بیت باید همون خروجی رو بده و هیچ گریزی از این موضوع نیست، مگر اینکه بازی خیلی شلوول باشه. اکثر بازیه که به فکر من میرسه اون گریزی از این موضوع نیست و کاری نمیشه کرد. پس واقعا به عنوان یه فانکشن ریاضی باید به این موضوع نگاه کنیم، یه فانکشنی که هیچ ساید افکتی نداره و یه پیور فانکشنه، هیچی خارج از ورودیاشو در نظر نمیگیره برای کارش. نمیتونیم ما یه متغیر گلوبالی یه گوشه‌ای داشته باشیم که براش میگه صفر که یه اتفاقی بیفته. پس من باید به این فانکشن به عنوان یه فانکشن به این آپدیت و سیمولیت هم به عنوان یه فانکشن ریاضی فکر کنم، دقیقاً اینپوتاشو براش مشخص کنم چون مستتره تو این موضوع که بذاری همون اینپوت باید همون آوتپوت بده، اینکه دقیقاً اینپوت رو هم بدونم چیه. خیلی وقتا من تو گیم هم مثلا نمیدونم اینپوت چیه و در واقع استیت هم چیه و استیت هم پخش و پلاس تو هزار تا گیم آبجکت، استیت مهم برای سیمولیشن با استیت غیر مهم قاطیه، پارتی رنگ پارتیکل هم با پوزیشن مثلا پلیر هم کنار همن و اینا، خب یا جون پلیر و اینا، خیلی مهمه که توی این مدل سیمولیشن ما دقیقاً بدونیم که ورودیمون چیه، استیتمون چیه و فانکشنمون چیه. حالا در مورد سورسز اف نان دترمینیزم توی ویدیوهای بعدی صحبت می‌کنم، یا در مورد اینکه چجوری میتونیم مسائل حل کنیم توی ویدیوهای بعدی صحبت می‌کنم.